سلام، وقتتان بخیر. به خبر دست و لوبه طول نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. اشتراک امارات اسلامی در نشست سیوم دوحه. حکومت سرپرست در حالی که قرار است ترکیب هیئت شرکت کننده در این نشست را مشخص کند، اشتراک در این نشست را به سود افغانستان می داند. در نشست آینده دوحه هیئت افغانستان هم شرکت خواهد کرد. در اسلامی امارات غوښتنې هلته منل کیږي نو یو معنادار حضور بوي چې دغه غونډه به باید افغانستان په حالاتو کې مثبت تغییر راولي. تأکید رئیس وزرا بر پشتبانی شهروندان از نظام اسلامی. ملا محمد حسن آخوند همچنان همکاری شهروندان را در حفاظت و تقویت نظام مهم می‌خواند. که چرته نظامونه د خلکو سره ښه چلند کوي، خلک طبعا د هغوی ملاتړ وي، او دا د یو نظام د پیاوړتیا په منظور ډېره ګټه کوي. خواست‌ها از بهر تامین امنیت بهتر در راستای عید قربان. اما مسئولین وزارت داخله امارت اسلامی از تطبیق برنامه امنیتی در هماهنگی با نهادهای دیگر امنیتی سخن می‌زند. امنیت شهروندان ما تامین باشد تا بتواند در روزهای عید با امنیت کامل در بیرون برود. از امارت اسلامی نمی خواهشان است که امنیت ما را صحیح برقرار بگیرد. به همه شهروندا کاملا اطمینان می‌دهیم که نیروی امنیتی به خصوص پلیس همیشه در خدمتشان بوده. و جان باختن 35 فلسطینی در حمله های تازه اسرائیل بر نوار غزه. من حامد بهرام هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی امارت اسلامی از شرکت هیئتی از حکومت سرپرست در نشست سیوم دوحه خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد به تولونیوس می‌گوید که بزودی ترکیب هیئتی که به نمایندگی از امارت اسلامی به دوحه خواهد رفت اعلام خواهد شد. او تاکید می‌کند که پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که این نشست به سود افغانستان است. نشست سوم دوحه، نشستی که قرار است در کمتر از دو هفته دیگر درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورها برگزار شود. اما بزرگترین سوال در این نشست شرکت و عدم شرکت امارت اسلامی بود که به تازگی سخنگوی امارت اسلامی با تایید این مسئله به تولونیوس میگوید که هیئتی از امارت اسلامی در این نشست شرکت خواهد کرد. در نشست آینده دوحه هیئت افغانستان هم شرکت خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد می افزاید که بزودی ترکیب هیئتی که به نمایندگی از امارت اسلامی به دوحه خواهد رفت اعلام می شود. آقای مجاهد موضوعات مهم مورد بحث در این نشست را کمک های بشری به مردم افغانستان و ایجاد زمینه سرمایه گذاری در کشور عنوان می کند. ترکیب هیئت ان شاء الله بعدها اعلان خواهد شد و ما به نفع افغانستان دانستیم. موضوعات کمک های بشری در افغانستان و همچنان ایجاد زمینه برای سرمایه گذارا در افغانستان موضوعات اساسی و مهمی بوده. شاید موضوعات دیگری در ذیل و اطراف خود داشته باشه، ولی همه به نفع افغانستان دانسته شد. همزمان با این سخنگوی وزارت خارجه میگوید که اگر تغییری در ترکیب و اجندای نشست سوم دوحه ایجاد شود، این تغییر در تصمیم گیری حکومت سرپرست نیز تاثیر خواهد گذاشت. دوحه ناست که دریم و دوحه ناست که چکم تصمیم گیری و سی او دی افغانستان ستونزه پا واقعا پا که حل سی، نو دا دی افغانستان لپاره مهمه ده، هم دی منطقی هم دی نړۍ لپاره مهمه ده. د اسلامي امارت غوښتنې هلته منل کیږي نو یو معنادار حضور بوي چې دغه غونډه به باید افغانستان په حالاتو کې مثبت تغییر راولي. نشست سوم دوحه به تاریخ 30 ماه جون و اول جولای درباره افغانستان برگزار خواهد شد. پیش از این معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در سفرش به کابل گفته بود که در کنار مسائل دیگر به مسائل مالی، بانکی، پیکار با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی در این نشست پرداخته خواهد شد. اما امارت اسلامی شرکتش در این نشست را مشروط بر پذیرفته شدن خواستهایش عنوان کرده بود. در سوی دیگر اما نهادهای حقوق بشری از شرکت کنندگان در نشست دوحه خواستند تا مسئله حقوق بشری در محور بحث‌های این نشست قرار داده شود. رئیس وزرای امارت اسلامی میگوید مردم باید از نظام اسلامی پشتبانی یک قاطع کنند. ملا محمد حسن آخوند همکاری شهروندان را در حفاظت و تقویت نظام مهم میخواند. او همچنان از مسئولان حکومت سرپرست میخواهد تا با شهروندان کشور از هیچ نوع کمک دریغ نورزند. همزمان با این رئیس جمهوری پیشین و رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز میگویند آبادی و پیشرفت افغانستان در اتحاد و همکاری
نهفته است. رئیس الوزراء امارات اسلامی در پیام ایدی خود پشتبانی و همکاری مردم در حفظ و تقویت نظام کانونی را مهم خوانده است. سخنگوی امارات اسلامی میگوید ملا محمد حسن آخوند در این پیام تاکید کرده که مردم باید از نظام اسلامی حمایت قاطع و با مسئولان حکومت سرپرست همکاری کنند. همکاری مردم که باید بیشتر با نظام در حمایت باشند، چه در عرصه امنیتی، چه در عرصه اقتصادی و بازسازی کشور، باید هماهنگی بیشتر باشه. رئیس الوزراء امارات اسلامی همچنان از مسئولان امارات اسلامی نیز خواسته تا با شهروندان کشور از هیچ نوع کمک دریغ نکنند. دی ملت ملاتړ کسری دزان تر جلبوی هغه په داس صورت کې کېدلی سي چې د روسانو د وخت جهاد، د امریکایانو د وخت جهاد هغه دواړه مدنظر وګرځي، د دواړو طرفو مجاهدین چې دي هغه په حکومت کې راوستل سي، حتی هغه خلک چې هغه په کورو باندې ناست دي هغه د چا مقابله او مخالفت نه کړي، بد خلک نه وي او ښه اوصاف لري، هغه هم په حکومت کې راوستل. که چېرته نظامونه د خلکو سره ښه چلند کوي، خلک طبعا د هغوی ملاتړ وي او دا د یو نظام د پیاوړتیا په منظور ډیره ګټه کوي. در سوی دیگر رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی مصالحه در حکومت پیشین در پیام های جداگانه ایدیشان خواهان بازگشایی در مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران بالاتر از صنف ششم شدند و افزودند که آبادی و پیشرفت افغانستان در اتحاد و همکاری است. شماری از باشندگان پایتخت از امارات اسلامی میخواهند تا در روزهای عید قربان در راستای تامین امنیت سرتاسری در کشور به ویژه پایتخت توجه جدی داشته باشند. همزمان با این مسئولان وزارت داخله از تطبیق پلان از بهر تامین امنیت در روزهای عید قربان در هماهنگی با تمامی نهادهای امنیتی سخن میزنند. سخنگوی این وزارت از شهروندان کشور نیز میخواهد تا با نیروهای امنیتی در این راستا همکاری کنند. همزمان با فرارسیدن عید قربان، برخی از باشندگان پایتخت خواهان تامین امنیت بیشتر از سوی نیروهای امارت اسلامی هستند. شمار از باشندگان کابل از نهادهای امنیتی میخواهند تا در تامین امنیت به گونه جدی توجه کنند. از امارت اسلامی نمی خواهشان است که امنیت ما را صحیح برقرار بگیرند، روزایی از موجود گپا را صحیح برقرار بگیرند، پارک گپا را صحیح، امنیت گپا را برقرار بگیرند. در هر ولایت، در هر گوشه از افغانستان خواستیم است که امنیت شهروندان ما تامین باشد تا بتواند در روزهای عید با امنیت کامل در بیرون برود. برخی از نیروهای امنیتی در پایتخت که از بهر تامین امنیت به ویژه در روزهای عید قربان گماشته شدند، این گونه به شهروندان اطمینان میدهند. خلک ته موږ پوره اطمینان ورکو، پوره ډاډ ورکو چې الحمدلله د امارت ځواکونه، د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه څلیروي ساعته د خلکو په خدمت کې دي او خلکو ته به انشاءالله ډاډمن امنیت تامینوي. ما برای مردم انشاءالله اطمینان میدیم که آرام زندگی خود کنند، با خوشی و با خوشحالی قمرای خانواده خود عید خود سپری کنند. مسئولان وزارت داخله میگویند که پلانی را از بهر تامین امنیت در روزهای عید تنظیم و با هماهنگی تمامی نهادهای امنیتی تطبیق میکنند. سخنگوی این وزارت از شهروندان کشور نیز میخواهد تا با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند. و همه شهروندا کاملا اطمینان میدهیم که نیروهای امنیتی به خصوص پلیس همیشه در خدمتشان بوده، در برف و باران و ایام عید در سختی و در همه حالات در خدمتشان بوده. پیش از این شهروندان کشور از شلیک های هوایی، فروش پتاقی و جنگ افزارهای پلاستیکی برای کودکان در روزهای عید شکایت داشته و همواره از مسئولان امنیتی خواستند تا جلو چنین اتفاقها را نیز بگیرند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که اقدامات اخیر برخی از شهروندان افغان در آلمان نباید باعث اخراج سایر مهاجران افغان از این کشور شود. ذبیح الله مجاهد همچنان میافزاید که وزارت خارجه کشور این مسئله را با دولت آلمان زیر بررسی دارد. این در حالی است که دست کم 3 شهروند افغان در آلمان به جرم حمله با سلاح سرد در بیشتر از 2 هفته گذشته کشته و دستگیر شدند. در بیشتر از 2 هفته گذشته دست کم 3 تن از شهروندان افغان در آلمان به جرم حمله با سلاح سرد بازداشت و کشته شده اند که این مسئله نگرانی های را مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور نیز برانگیخته است. سخنگوی امارات اسلامی میگوید که وزارت خارجه این مسئله را با دولت آلمان زیر بررسی دارند. ذبیح الله مجاهد همچنان میافزاید که این مسئله شخصی است و نباید بالای سایر مهاجران افغان در آلمان تاثیر منفی بگذارد. یک حکم عمومی برای تمام مهاجران در کشور صورت نگیره، چون طبیعی از گاهی وقت تخلفات و گاهی وقت اقدامات شخصی
موضوعات شخصی می باشد، نباید سر کل تطبیق شود. برخی از کارشناسان روابط بین الملل بر این باورند که این مسئله متأثر از مخالفت برخی جناح‌ها با حضور مهاجران افغان در آلمان است. بحث زیاده خواهی نژادی و یا بحث نژاد پرستی بودن‌ها بارمن به این مقوله بودند که ما نژاد برتر هستیم و لذا فضای بیشتری باید در سطح جهانی مربوط به ما باشند. این رگه‌ها کماکان در جامعه آلمان فعال است و میتواند تومه‌هایش آدم های مثل مهاجران سرگردان افغانستان باشه. شماری از مهاجران افغان در آلمان نیز با ابراز نگرانی از این مسئله میگویند که این موضوع باعث تشدید محدودیت ها بر مهاجران افغان در آلمان خواهد شد. متاسفانه بعد از چنین حملات امکان دارد این رویکردها به یک رویکرد سختری مبدل شوند و شرایط را برای قبولی و درخواست پناهندگی مهاجران افغان سختر بسازند. این حملات واکنش‌های گسترده‌ای را در آلمان در پی داشته است و شماری از چهره‌های سیاسی آن کشور به شمول نخست وزیر آلمان خواستار اخراج مهاجران افغان از این کشور شده اند. وزیر داخل ایران بار دیگر از اخراج اتباع غیر قانونی از این کشور سخن می‌زند. احمد وحیده بدون آن که از مهاجران افغان نام بگیرد می‌گوید ایران دیگر قادر نیست اتباع غیر قانونی را بپذیرد. این در حالی است که پیش از این برخی از مقام‌های ایرانی گفتند که کشورشان در حال حاضر میزبان بیش از 5 میلیون مهاجر افغان است. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضوع اخراج اتباع غیرقانونی از این کشور همچنان یکی از موارد مهم مطرح بحث است. وزیر داخل ایران بار دیگر تاکید به اخراج اتباع غیرقانونی از کشورش می کند. احمد وحیدی در حاشیه کنفرانس فارس افزوده است که کشورش دیگر اتباع جدید را نمی پذیرند. اتباع غیر مجاز، یعنی کسانی که مجوزی ندارن باید خب برگردن. ما بقیه هم باید توی برنامه سامان یافته ای در واقع بالاخره برنامه ریزی بشه که انشاءالله در آبادانه کشور خودش بپردازه. از سوی هم همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران شماره از مهاجران افغان در این کشور از محدودیت ها برگشت گزارشان در این کشور سخن می زنند و می افزایند که نظامی های ایران مهاجران افغان را دستگیر کرده و سپس به گونه اجباری به کشور باز می گردانند. ایران در پلیس دیر نیوله کیجی او پا زور بندی استل کیجی. کشور میزبان باید بر اساس قوانین بین‌المللی و نسبت به افراد غیر مجاز با حفظ کرامت انسانی و بازگشت عزتمندانه را برای مهاجرین فاقد مدرک فراهم کند. همزمان با این امارت اسلامی از کشورهای میزبان می‌خواهد تا با مهاجران افغان به گونه غیرقانونی برخورد نکنند. ذبیح الله مجاهد همچنان از مهاجران افغان خواست تا دوباره به کشور برگردند. هیچ کشوری هم که افغان‌ها در اوج مهاجرین هستند باید در مورد مهاجرین اقدامات غیرقانونی نداشته باشند. طبعا افغان‌هایی که اوج رفتن یک وقت ضرورت بوده، مشکلات بوده و او کشورها هم اجازه داده بودند که اوجا برند. اینکه بعضی ها اسناد هنوز نساختن ندارن یا نو رفتن باید با آنها یک مدارا و تعامل صورت بگیره. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت آمار داده که از تاریخ 2-8 ماه روان میلادی بیش از 72,000 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبر داد. خوش آمدید. با نزدیک شدن فصل برداشت میوه های تازه به ویژه توت در پروان، بازار میوه های تازه رونق یافته است. فروشندگان میوه های تازه در پروان میگویند شهروندان برای خوردن توت از ولایت های گوناگون به این ولایت میآیند. شمال شهروندان ولایت های شمال کابل را بهترین مکان برای سرگرمی میدانند. میوه های زودرس پروان این روزها در چشم هر رهگذر جلوه نمایی میکند و به ویژه توت تازه شمالی که پای صدها تن از شهروندان کشور را به سوی خود میکشاند. همزمان با فرارسیدن فصل و ثمر رسیدن میوه های تازه در پروان، باشندگان زیادی از ولایت های گوناگون به این ولایت میآیند تا با خوردن توت تازه کام خود را شیرین کنند. فروشندگان این میوه های تازه نیز از این رهگذر درآمد خوبی به دست می آورند.
شاتوت میوه تازه جای بسیار تفریح، جای بسیار جای لذت بخش، از هر جایی که میان بسیار ها با هوای برابر است، میوه وطن برآمده بسیار ها به میوه برابر است. بعض توت شمالی است فعلا، توت است مثلا شاتوت است، یا رقم توت است، توت شیر توت میگندش. فاز توت مردم های استفاده میکنه از جای دور، از خوز، پکتیا، قندهار. که قوی هم است، ویتامین هم داره، انرژی هم داره، بی ضرر هم است. دیگه اگر کسی ایره که به ما از او کدکی رو بخرن اگه استفاده کنن، به ما هم یک کمک میشه، با مردم هم یک کمک میشه. اگر در میال بازی وقتی است که ما به کابل ایر انتقال میتیم. ولایت های شمال پایتخت به ویژه پروان مکان خوبی برای خوردن توت و تفریح است و آب و هوای مناسبش نیست، آرام بخش و گوارا برای میزبانی از گردشگرانی است که به اینجا می آیند. توت هم گرفتیم یک دونه شفتالو از شاتوت چیزا، به خاطر که میوه افغانستان است خوب، میوه انرژی بالا داره، میوه شام خوب است، از میوه خارجی کرده این خوب است. هر کسی که بیاد طرف شمالی از این میوه استفاده کنه خوب است. بسیار یک توت با کیفیت خوشایند است. از مردم های دوردست ولایت های مختلف صمیمانه خواهش می‌کنیم که به سیل تفریح یا بیایند اینجا توت نوش جان بکنند. توت یکی از میوه های مشهور افغانستان به شمار می رود که در بیشتر ولایت های کشور پرورش داده می شود و از تازه و خشک آن در تمام فصل های سال استفاده می شود. مسئولان شهرداری کابل از روی دست داشتن برنامه ها در روزهای عید قربان خبر می دهند. آنان همچنان می افزایند که 300 زباله‌دانی را در نواحی گوناگون پایتخت به هدف پاکی و کاهش زباله ها توزیع کردند. همزمان برخی از باشندگان پایتخت از این طرح شهرداری کابل استقبال می کنند. نماینده شهرداری کابل می گوید که به هدف پاکی و نظم شهری برنامه هایی را در روزهای عید قربان روی دست دارند. نماینده این اداره همچنان می افزاید که در حال حاضر 300 زباله‌دانی را در نواحی گوناگون شهر کابل توزیع کردند. او از باشندگان کابل می خواهد تا با شهرداری کابل هم کار باشند. در ایام عید نارنجی پوشای قهرمان شهرداری کابل کاملا نوکری ولی خود را دارند، به خاطر شما میدانید نمو کثافاتی که بعد از قربانی به وجود میآید دارای یک تعفن بسیار زیاد است و شهرولی کابل در حدود 300 دوله کلان کثافات در شهر کابل صرف به خاطر قربانی جای به جای کرده. همزمان شمار از باشندگان پایتخت با آن که این کار شهرداری کابل را می ستایند، اما از شهرداری کابل خواهان افزایش زباله‌دانی ها در نقاط دوردست نیز هستند. بعضی مکان های دیگه هم هست که دور از شهر است که این پروسه که گسترش بیفته بهتر میشه، خوبتر است. بسیار کار نیک است، بسیار کار خوب است. هر کسی مسئولیت از ایره داره که وطن مثل مادر است. نباید می چیزی که میخوریم یا چیزی که استفاده میکنیم در این سرک پرتیم، به جا پرتیم. این در حال است که پیش از این شهرداری کابل 8 مکان را به هدف نظم شهری برای فروش معاشی در نواحی گوناگون پایتخت مشخص کرده بود. و پس از وقفه برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. معاون اقتصادی ریاست وزرا کار ساخت یک شهرک را برای سیلاب زدگان ولایت غور افتتاح کرد. قرار است در این شهرک برای 1000 خانواده از سیلاب زده در نزدیک شهر فیروزکو مرکز این ولایت خانه ساخته شود. ملا عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح این شهرک گفته است قرار است مکتب، پارک تفریحی و مسجد نیز در این شهرک ساخته شود و گفته او 200 باب خانه در این شهرک برای سیلاب زدگان از سوی حکومت و 800 باب خانه دیگر از سوی بازرگانان، افراد خیر و نهادهای کمک کننده ساخته خواهند شد. ده هر سیلاب زپول ده پار چاگه مرغابی ولسوالی که یا پنور ولسوالی که چکم کورونا خراب سوی وی در جولی دو امکانی نی نا اگو سلاب زبولو تا دل تا در کورو در جولی ولو نن موز داگه کتاکو. معاونیت راه آهن وزارت فواید عامه آمار می دهد که از آغاز ماه ثور سال روان و خورشیدی تا 20 ماه جوزا از طریق راه های آهن بیش از 525 هزار تن انتقالات انجام شده است.
معینیت راه آهن وزارت فواید عامه میگوید که در تلاشند تا با ایجاد راه آهن صادرات به دیگر کشورها را بیشتر بسازند. بر بنیاد اطلاعات این وزارت در نزدیک به 2 ماه گذشته سال روان خورشیدی از طریق راه آهن کشور بیش از 525 هزار تن انتقالات انجام شده که از این میان بیش از 30 هزار تن آن را صادرات تشکیل می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که بیشترین انتقالات از طریق راه آهن حیرتان انجام شده است و صادرات افغانستان شامل سنگ‌های مدنی، میوه تازه و انار و واردات را مواد نفتی و غیر نفتی در بر می‌گیرد. از آغاز ماه ثور الی 20 ماه جوزا از طریق خطوط آهن افغانستان در حدود 525395 متریک تن انتقالات صورت گرفته. البته این انتقالات از 4 بندر افغانستان است: بندر حیرتان، آقینه، تورغوندی و خواف هرات می باشه. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایجاد راه‌های آهن و بازسازی آن را در افزایش داد و ستد و ترانزیت افغانستان با کشورهای منطقه یک نیاز جدی عنوان می کند و بر سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش از سوی مسئولان در امارات اسلامی تاکید می ورزد. انتقالات ریل مفیدترین و ارزانترین سیستم هستند، اما متاسفانه که ما در داخل افغانستان خط آهن را از شمال با جنوب یا شرق با غرب نداریم، گرچه در پلان امارت اسلامی هستند. فعلا ما در حقینه و در حیرتان و در مزار و همچنان در تورغوندی و در هرات از رای خاف انتقالات صورت میگیره. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی عملسازی پروژه افغان ترانس و سایر پروژه ها به منظور ایجاد راه آهن در کشور را در وصل افغانستان با کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا اثرگذار می دانند. حکومت باید دیر حد دیت توجه ورکی پت یدی پت تخصصی بخشو که څنګه موږ کولای سو د ریل پټلۍ دلته جوړه کړو او له دې نه اعظمي استفاده وکړو. دې ته متخصصین افراد و اشخاص باید وګمارو، څنګه مخکې موږ ساتلی سو او استفاده ترې کولی سو. خطوط آهن میتونه سهولت خوبتره به افغانستان و سایر کشورها فراهم کرده باشه، از جمله بحث افغان ترانس کشورهای آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل میکنه. افغانستان میتونه از خطوط ترانزیتش هم استفاده کرده باشه و در این حال حق ترانزیت هم به دست آورده باشه و کالاهای خود هم داد ستود داشته باشه. این در حالی است که پیش از این اداره راه آهن از ایجاد راه آهن میان اسپین بولدک کندهار، اندخوی مزار شریف و شبرغان مزار شریف در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود که در سراسر افغانستان حدود 230 کیلومتر راه آهن فعال است و همه روزه از این راه به کشورهای گوناگون انتقالات انجام می شود. وقفه. ادامه خبرها از تولون نیوز. مسئولان موزیم ملی از افزایش شمار بازدید کنندگان خبر می دهند. با گفته مسئولان این موزیم از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون بیش از 5000 تن از این موزیم دیدن کردند. مسئولان موزیم ملی همچنان می افزایند که بیشتر بازدید کنندگان گردشگران خارجی، دانشجویان و دانش آموزان هستند. معاون موزیم ملی میگوید که این روزها شمار بازدید کنندگان از این موزیم افزایش یافته است. معاون موزیم ملی میافزاید که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون بیش از 5000 تن که شامل گردشگران خارجی، دانشجویان و دانش آموزانند از این موزیم دیدن کردند. در آغاز سال روان حدود بیشتر از 5000 بیننده را ما شاهد هستیم و در موزیم که از موزیم ملی دیدن میکنند که بیشترش متعلمین مکتب تشکیل میده که 3331 نفر از متعلمین و محصلین مکاتب شهر است. معاون موزیم ملی همچنان در ادامه سخنانش می افزاید که بیش از 111 هزار افغانی را از بهر فروش تکت که برای بازدید کنندگان به فروش رسانیدند به دست آوردند. او بر فراهم سازی سهولت ها برای بازدید کنندگان نیز اطمینان می دهد. واید ما فقط از اشخاص انفرادی که از موزیم دیدن میکنن او عواید است که ما فروش تکت داریم که در حدود از آغاز سال تا حال حدود 111,530 افغانی میشه. همزمان برخی از باشندگان پایتخت با آنکه موزیم ها را انتقال دهنده تاریخ کشور میدانند، اما بر آگاهی دهی درباره اهمیت موزیم ملی تاکید میورزند. موزیم ها در حقیقت در تمام کشورها البته بیانگر و هویت ملی کشور است. دیگه در اوج آثارهای باستانی که مثلا نگهداری میشه
هویت یک ملت، هویت یک کشور نشان میده. نمایندگی از فرهنگ و از رسوم و عنانات و کشور میکنه. و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید اطلاعاتی کنه به مردم تا مردم بفهمند که اهمیت یک موزیم در کشور چی است. این در حال است که پیش از این مسئولان موزیم در روز جهانی موزیم سه نمایشگاه دوره های برنز آی خانم دوره اسلامی و ترمیمگاه اختصاصی موزیم ملی را افتتاح کرده بودند. نیروهای مرزی امارات اسلامی از قاچاق 75 تن مس از نیمروز به پاکستان جلوگیری کردند و گفته مسئولان محلی در پیوند به قاچاقان 20 تن نیز بازداشت شدند. باشندگان نیمروز از نیروهای مرزی امارات اسلامی میخواهند تا به قاچاقبران اجازه انتقال سرمایه ملی کشور به بیرون را ندهند. انبارهایی از فلزات مس که به گونه غیر قانونی از ولایت نیمروز در حال قاچاق شدن به پاکستان بود، از سوی نیروهای مرزی امارت اسلامی شناسایی و ضبط شدند. به گفته مسئولان امنیتی، در 6 ماه پسین از قاچاق حدود 75 تن مس که از نیمروز به پاکستان قاچاق می شد، جلوگیری کرده و در پیوند به قاچاق آن 20 تن نیز بازداشت شدند. تقریبا پداشپور میاشتی که مرد 15 اویرتانه پر شاوخوا زیاد و کم مس نیولی دی چه آغا پاکستان هیوات کچکیری. باشندگان نیمروز از نیروهای مرزی امارت اسلامی میخواهند تا به قاچاقبران اجازه انتقال سرمایه ملی کشور به بیرون را ندهند. این مس که از اینجا خارج میشه به دیگه کشور میره، سرمایه ملی ماست، ای به نفع ماست. ایره نمانه پیش رو از ایره بگیره، هتنه که به صورت قاچاقی بره پاکستان. پاکستان به خاطر چی بره؟ زیاد پاکستان بر ما خوبی کرده که پاکستان باید بره، نباید همه باید دولت ازی باید جلوگیری کنه. هرگاهی مسهای خالص و یا سایر فلزات به شکل قاچاق به کشورهای همسایه صادر شود، این در حقیقت ضربه است به اقتصاد کشور. از قاچاق این فلزات مس در حال جلوگیری گردید که پیش از این نیروهای مرزی امارت اسلامی از قاچاق 80 هزار مواشی در 6 ماه پسین از نیمروز به ایران نیز جلوگیری کرده بود. همزمان با فرارسیدن روزهای عید قربان، ولایت‌های گوناگون کشور از سوی نیروهای امارات اسلامی گواه تدابیر جدی امنیتی است. مسئولان امنیتی میگویند که با ایجاد ایستهای بازرسی و توظیف نیروهای بیشتر در مرکز و ولسوالی‌ها اوضاع را زیر کنترل دارند تا شهروندان کشور در فضای مطمئن از روزهای عید تجلیل کنند. در همین حال شماری از شهروندان کشور از تلاش‌های جدی نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت در روزهای عید استقبال می‌کنند. این نیروهای امنیتی از بهر تامین امنیت در روزهای عید در بخشهای گوناگون شهر جلال آباد موظف شدند. مسئولان محلی ولایت‌های ننگرهار و لغمان میگویند که به شمول مرکز این ولایت‌ها نیروهای امنیتی در مناطق دورافتاده ولسوالی‌ها نیز بجا شدند تا شهروندان کشور در فضای امن و مطمئن روزهای عید را سپری کنند. فرمانده امنیه بلخ نیز به هدف نظارت از چگونگی برخورد نیروهای امنیتی و تامین امنیت در نیمه های شب در جاده های شهر مزار شریف گشت زنی می کند. مر ټول د بلخ ولایت ولست د ډاډ ورکو چې انشاء الله دلته کڅوک د بل ولایت څخه راځي او که دغه ولایت ولسوالی څخه راځي انشاء الله کوم مشکل بنی. در سطح تمام ولایت بدخشان چی در مرکز یعنی فیض آباد باشه چی در ولسوالیا باشه یک بهترین تدابیر امنیتی خوب ما گرفته ایم. ان شاء الله عزیز اغو خپل خدمت او دولس او سیلانیانو امنیت د پاره شپ ورز خپل خدمت کې ټول امنیتی منسوبین د لوی اختر پر رسیدو سره پر چمتووالی لري. از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت های گوناگون کشور از تامین امنیت روزهای عید اطمینان می دهند. تا تمام ولسوالی ها پیرو گزمه ما چک پوینت ما برابر است. انشاءالله هیچ مشکل دولت سرفول درباره امنیت نیست. زمان استخباراتی دفاعی و امنیتی ځواکونه شپې او د ورځې د خپل د ولس د امنیت په خاطر پایره او ګزمه او چکپاینونه یې اچولي. نو ټول ارګانونه انشاءالله تصمیم نیولی ده چکپاینتونه همدارنګه ګزمې او زموږ پوستي چې دغه هم فعال دي انشاءالله. ټولو سیلانیانو ته ډاډ ورکو چې پر امنه طریقه باندې خپل هغه سفرونو ته دوام ورکړي او
شماری از باشندگان این ولایت ها از تلاش های جدی نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت در روزهای عید قدردانی می کنند. هغه سیلانیان چې کونل ته راځي باید د امنیت وساتي، همدارنګه دوی سره باید همکاري وکړي. سر په شپو ورځو کې د تورې شو ګاډي او د پټاقۍ او د غوۍ ډزې بندې کړي او د خپل امنیت پوره ونیسي. بعد از ده سال از کشور آلمان جرمنی آمدیم به شهر مزار شریف. قبلا که آمده بودیم از نیروهای امنیت آدم نمیتونست بعد از شش به شب بیرون برای. با این حال این مسئولان از شهروندان و دکانداران میخواهند تا از فایرهای هوایی، خرید و فروش جنگ ابزار پلاستیکی، پتاکی و داشتن موترهای شیشه‌سیاه خودداری کنند و با متخلفان به گونه جدی و قانونی برخورد خواهند کرد. ریاست زراعت و آبیاری کندوز از افزایش 10% فراورده های خربوزه در این ولایت خبر می دهد. مسئولان این ریاست می گویند که در سال روان در 4754 هکتار زمین خربوزه کشت شده و فراورده های آن بیش از 118 هزار تن پیش بینی شده است. شماری از کشاورزان در کندوز از مسئولان خواستار بازاریابی و ساخت سردخانه های معیاری برای نگهداری فراورده های خربوزه هستند. معرفی تخم‌های زودرس برای کشاورزان، ترویج سیستم آبیاری قطره‌ای، توزیع کود کیمیایی و دواهای ضد آفات طبیعی و نباتی از علت‌های مهم افزایش فراورده‌های خربوزه در کندوز گفته شده است. ریاست زراعت و آبیاری کندوز می‌گوید که در سال روان خورشیدی بیش از 118 هزار تن فراورده‌های خربوزه در این ولایت پیش‌بینی شده است که نسبت به سال پار 10% افزایش را نشان می‌دهد. در حدود 118,850 تن حاصلات برداشت خواهد گردید که نسبت به سال گذشته خوشبختانه در حدود 10% ما امسال افزایش حاصلات داریم. از سوی دیگر شمار از کشاورزان در کندوز از مسئولان خواستار بازاریابی و ساخت سردخانه های معیاری برای فراورده هایشان هستند. سردخانه نداره این فعلا تربوز خربزه باید سردخانه داشته باشند اینا که ذخیره کنه. فعلا نرخ پایین است. دیگر تخمای بسیار قیمتی از کشورهای خارج اینا میارن. ما هر سال زمین کم میکردیم، سال شکر از 70-80 جریب زمین کردیم. شکر ما خوشحال هستیم، سهره ما خوب هستیم سال. باید بمرای مگم کاری شوه که ما دیگه هم رشد کنیم. منگا سلات سکال دیر خواه سلات ده. و ده تخمون ها چه منگ راولی دی، ده تخمون بحرانی تخمون دی، اصلاحشوی تخمون دی. الحمدلله خپل اصلار ندیر خوشاله اسو. کندوز یکی از ولایت‌های مناسب برای کشت خربوزه در شمال کشور به شمار می‌رود که با داشتن خربوزه‌های گوناگون مانند اسقلانی، قندک دیویران، زرمتین و آلاپوچاق از شهرت خوب برخوردار است. این فراورده افزون بر ولایت‌های کشور گاهی به بیرون از افغانستان به ویژه پاکستان نیز صادر می‌شود. باشندگان مناطق دورافتاده ولسوالی دره نور ننگرهار از بی‌کیفیت بودن خدمات مخابراتی و اینترنتی شکایت دارند. آنان میگویند که به هدف برقراری تماس 2 کیلومتر راه را میپیمایند و خود را به قله‌های کوه ها میرسانند. اما مسئولان محلی ننگرهار میگویند به زودی در بخش‌هایی از این ولایت کار فعالسازی سایت های مخابراتی آغاز خواهد شد. این دره‌های سرسبز و دیدنی در میان کوههای ولسوالی دره نور ننگرهار است که باشندگان آن به هدف برطرف ساختن مشکلاتشان با دشواری زیاد روزانه تا 2 کیلومتر فاصله با کوه ها بالا می شوند. این باشندگان می گویند با وجود رفتن به بلندی کوه ها باز هم کارهای مورد نیازشان با خدمات اینترنتی برطرف نمی شود و ناگزیر راه‌های پرخم و پیچ بیشتر را بپیمایند. یو کس مثال خارج کې دغه فامیل غواړي چې هغه سره خبرې وکړي نو دینه شي کولی چې د زنانه 3 ساعت دلته مزل وکړي او بل ته بیا داسې چې دلته که مزل هم وکړي نو دلته ناستې داسې ځای نشته چې دلته راشي. زه چې کوم ځای کې ناست یم دغه کلي نه 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر لرې لاره ده. شپې 12 بجې 1 بجې زنانه ای ماشومانې مونږ دغه ځای ته انټرنیټ دپاره راځو. این عالم دین که در میان گروه از جوانان نشسته است، همه روزه به بلندی این کوه می آید و ساعتها انتظار می کشد تا از طریق انترنت به افغانهای مقیم خارج آموزش دینی بدهد. من درسونه کو، التا با مدرسه که، التا صف کو، بیاد التا مختلف و گروپونو که واچه و چه زمون زوانان، زمون مشران یا ماشومان پا اروپا که نور و ساحو که دی، اغای تا مون لیگونو دی غارون و غرون و دی زینو که مون گرز و مون تا دیر لوی مشکلاتی. دا چه مون شاگردان کلا دا دا یعنی مکتب درس یعنی نور سر داونلوټو او مونږ ته دا داسې د وخت هغه نه پیدا کېدل ته راشو.
ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ننگرهار میگوید در مناطقی که خدمات اینترنتی و مخابراتی وجود ندارد و یا هم از کیفیت خوبی برخوردار نیست، به زودی سایت های مخابراتی را فعال خواهند کرد. درش سیتونه چی دی دازمنگ در ننگرهار ولایت دی او اغلا در پرتی سیمی اغا منگا تخنیکی کارونه سر تا رسیدلی دی او لند و رزو که بی ساختمانی کارونه باندیم انشالله کار شروع شد. بر بنیاد معلومات ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ننگرهار، از مجموع 510 سایت مخابراتی منظور شده در سطح کشور، 23 سایت آن در ننگرهار فعال خواهد شد که تا حدی می تواند چالش های موجود این ولایت را برطرف سازد. مسئولان در شفاخانه انتونی کندوز با تازگی از ثبت 16 مورد بیماری مشکوک کنگو خبر می دهند که از این میان دو تن آنان جان باختند. به گفته مسئولان در دو ماه پسین 13,000 بیمار به این شفاخانه مراجعه کردند که 900 تن آنان بستر و متبقی پس از درمان به خانه هایشان بازگشتند. پزشکان در این شفاخانه از شهروندان کشور می خواهند تا در روزهای عید نکات بهداشتی را رعایت کنند. همزمان با گرم شدن هوا، بیماری های گوناگون فصلی در کندوز افزایش یافته است. مسئولان در شفاخانه بیماری های انتونی این ولایت میگویند که به تازگی 16 مورد بیماری مشکوک کنگو را در این ولایت ثبت کردند که از این میان دو تنشان جان باختند. به گفته آنان در دو ماه پسین 13,000 بیمار به این شفاخانه آمدند که از این میان 900 تنشان بستر و بقیه به گونه سراپا درمان شدند. په دې اخر افتو کې د جوزا په میاشت کې موږ په تعداد د 14 مریضانو د مشکوک د کانګو درلودل چې په دې کې دوه مثبت واقعیت موږ سره او دوه مثبت واقعیت بدبختانه چې دواړه موږ سره فوت شوي دي. در همین حال پزشکان در این شفاخانه از شهروندان کشور میخواهند تا در روزهای عید نکات بهداشتی را به گونه جدی رعایت کنند. حیوانات قربان میکنند، همیشه از دستکش استفاده بکنند و از ماسک استفاده کنند و همچنان از پیشوند استفاده بکنند. همچنان زمانی که گوشت قربانی زبان میکنند و یا گوشت تسلیخ میکنند و یا زبان میکنند یا کوتاه تکان میکنند باید همش احتیاط بکنند. قربانی لری کوشش و که کم تعداد قربانی که سهم واخلی هغه کسان چې سهم واخلی کوشش دی و که ماسک سره د دستکش دی وکاری. تقریبا 15 روز پیش که گزید تاثیراتش بعد از 7 روز معلوم شد که مرا اینی مرضی کن سردرد و تو اینی چیزا گرفت. سرکار اینا قطم مال و گسپند و گو قطم چیزا هستند. خودشان جلاب است. پیش از این سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز اعلام کرده بود که موارد ابتلا به تب کنگو در این کشور در حال افزایش است و از همه شهروندان خواسته بود تا در هنگام تماس و یا کشتن حیوانات برای محافظت خود تدابیر لازم داشته باشند. شاهراه کندهار و روزگان از سوی وزارت فواید عامه بازسازی می شود. مسئولان این وزارت در جنوب کشور می گویند که بر اساس دستور رهبر امارت اسلامی برای بازسازی شاهراه کندهار و روزگان 370 میلیون افغانی اختصاص یافته است. در همین حال مسافران در این مسیر می گویند که با ساخت و ساز این شاهراه چالش های آنان کاهش خواهد یافت. بیشتر بخش های شاهراه کندهار اروزگان در اثر جنگ های گذشته و رویدادهای طبیعی تخریب شده است. به تازگی 45 کیلومتر جاده در این مسیر از ولسوالی ارغنداب کندهار تا منطقه ویاند ولسوالی شاولیکوت این ولایت دوباره بازسازی شده است. مسافران در این مسیر از بازسازی بخش های شاهراه کندهار اروزگان خرسند هستند و میگویند که پیش از این با چالش های زیادی روبرو بودند. لارې سره درمخه ډېر په تکلیف و چای کاس انډوال چې مخکې په 200 رسیدل وس انډوال په نیم سات کې رسیدل مخکې نو مشکلات خو دا لار خو بخو ډېر وخت اخستې وس مثال په یو سات رسید مخکې په 200 باندې مخکې به 3 سات مزل یا به 4 سات مزل وس بل اخره دا 3 سات او 4 سات مزل وروره په یو سات په نیم سات اوښتې دي. در همین حال مسئولان پروژه های وزارت فواید عامه در جنوب کشور میگویند که بر اساس دستور رهبر امارت اسلامی به هدف بازسازی اساسی 120 کیلومتر این شاهراه 270 میلیون افغانی اختصاص یافته است. قندهار سه خطر اورزگان چې کوم ځای پر ده قندهار ټولګټ ریاست حدود ده نو 150 کیلومتر سرک ده چې دغه باندې ان شاء الله 300 میلیون افغانی مسافر شي. با بازسازی شاهراه کندهار اورزگان بیشتر چالش های باشندگان ولایت های کندهار، اورزگان و دایکندی برطرف خواهد شد.
شماری از باشندگان بامیان همزمان با نزدیک شدن روزهای عید قربان از ناداری و بلند بودن مواد خوراکی نگران هستند. آنان میگویند که به علت بیکاری دوامدار نمیتوانند روزهای عید را به خوبی جشن گیرند. اما مسئولان محلی بامیان میگویند که به خاطر کنترل نرخ مواد خوراکی و جلوگیری از گرانفروشی بازار را زیر نظر دارند. شهر بامیان است و همزمان با نزدیک شدن عید قربان بیشتر مردم از بخش‌های گوناگون این ولایت به اینجا آمده اند تا نیازهای روزی عیدشان را خریداری کنند. اما شمار از خانواده‌ها در گوشه و کنار این ولایت به علت ناداری، بیکاری و بلند بودن بهای مواد خوراکی از بهر جشن روزهای عید هیچ گونه آمادگی نگرفته اند. عید برای سرمایه‌دارها است، کسایی که پولدار هستند و عید گرفته می‌تونن، طبقه مستضعف عید گرفته نمی‌تونه. در فکر روزگار دنیایی که یک لقمه‌نان چه رقم پیدا کنیم؟ روزی 50 روپیه هم پیدایش نداریم ما. 50 روپیه هم که بعضی روزا پیدا میکنیم، 5-5 دانه نان هم نمیشه. محمد موسی که نانآور 6 عضو خانواده خود است، نیازهای زندگی آنان را تنها از رهگذری کارگری در شهر بامیان تامین میکند. او میگوید که روزانه حدود 100 تا 300 افغانی به دست میآورد که با این مبلغ نمیتواند در کنار خانواده اش عید را جشن بگیرد. کاروبار مزه نداره اینجا. ی نمیتو بعضی روز یکان موتر می یک تو مگنیم بعضی روز نمی دیگه برای یه دیگه بعضی ها اگر سودا یه گرفته بشد بعضی ها شاید نگرفته بشد. در همین حال مسئولان محلی ولایت بامیان از تامین امنیت شهروندان، کنترل نرخ مواد خوراکی و دیگر نیازهای باشندگان در روزهای عید قربان سخن می زنند. کمیته که تشکیل شده صنعت تجارت از شهرولی از دیگه است کنترل میکنه، بار در بازار میره نرخ را طلب میکنه، مردم میبینه در هر قسم لباس تا که بفهمه کس سوء استفاده نکنه یا سری مردمی غریب چیزا گران نفوشه. همه نقاط زیر پوشش او تامین امنیت گرفتیم. اگر تجمعات موقت باشه مثل مساجد، اگر تجمعات دائمی باشه مثل گشت و گذار مردم در محله در بازار، انشالله به کل معنا اطمینان است. این در حالی است که در روزهای عید شهروندان کشور معمولا بیشتر از دیگر روزها میوه خشک، لباس و مواد خوراکی خریداری میکنند تا روزهای عید را در کنار خانواده و دوستانشان جشن بگیرند. مسئولان محلی جوزجان از کمک نقدی برای 90 خانواده متضرر از سیلاب‌های پسین در این ولایت خبر می‌دهند. این کمک‌ها که نزدیک به 4 میلیون افغانی می‌شود برای خانواده‌های سیلاب زدگان توزیع خواهد شد. مقام‌های محلی جوزجان می‌گویند بر اساس دستور رهبر امارت اسلامی، ریاست الوزراء بودجه ای را به آسیب دیدگان سیلاب‌های پسین منظور کرده است. این پول که 3,821,000 افغانی است برای خانواده‌های توزیع شده است که در نتیجه سیلاب‌های پسین زیانمند شدند. ما مردم خدمتگار شما هستیم. هر چیزی که دواس توان ما باشه شو روز انشالله در خدمت ملت خود است. یو لس نفر شهیدان دی او نور متضررین د کم د کوروغه چی دی 22 اداش کورونه دی شغه په مکمل طور تخریب سیوی دی نړیدلی دی چې د استوګنې یو کوټه هم نه ده پاده سیوی. شماری از خانواده ها که کمک نقدی را دریافت کردند خواهان افزایش این گونه کمک ها به منظور ساخت سرپناهشان هستند. امروز کمک هایی که میشن خداوند خیرشان بتن که همین قدر در فکر مردم است، کمک میکنه. هر قدر کمکی که باشه برای یک متضرر غنیمت است. خواست ما که از امارت اسلامی، از دولت هستیم، از اینا اتاق ما را جور کنند، ببینن بازم ما در یک میماخانه قرار داریم، سه فامیل در یک جا زندگی میکنیم ما. بر اساس اطلاعات ریاست رسیدگی و رویدادهای طبیعی جوزجان، در پی سرازیر شدن سیلاب‌های پسین 11 تن جان باخته و حدود 76 منزل مسکونی به گونه کلی و قسمی تخریب شده است. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه یا سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که از 3 میلیارد دلار که برای افغانستان در سال روان میلادی درخواست کرده، تنها 615 میلیون دلار آن را دریافت کرده است. در گزارش نهاد آمده که برگشت مهاجران از پاکستان، زمین لرزه در ولایت هرات در سال پار و سرازیر شدن سیلاب‌ها در دو ماه پسین بحران اقتصادی را در افغانستان بیشتر ساخته است. از سوی هم وزارت اقتصاد هزینه کمک‌ها را در پروژه‌های زیربنایی سودمند می‌داند.
نگرانی ها از بحران اقتصادی در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته سبب شد که ملل متحد در 3 سال پسین بزرگترین درخواست کمک را برای مردم افغانستان کند. تنها در سال 2024 میلادی سازمان ملل متحد 3 میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان درخواست کرد، اما بعد تازگی اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد گزارش داده که تنها 615 میلیون دلار که 20% از پول درخواست شده شان است را دریافت کردند و با کمبود بودجه روبرو هستند. در گزارش این نهاد آمده که در 2 ماه گذشته بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها 120 هزار خانواده را تحت تاثیر قرار داده و حدود 25 هزار خانواده متاثر از 3 زمین لرزه در ولایت هرات در سال پار میلادی و عودت بیش از 610 هزار نفر از پاکستان به افغانستان چالش های اقتصادی را بیشتر ساخته است. مکسرا چه دوی کم کمکونه کردی نو داغا یو دی پرسل پر شکل دی موگا تا دست کمکو ضرورت تا دوی مکتا چیشی را کوی وریز واری دال دارا کوی نو داغا تا افغانستان دا یو دست دا چه اصی نمی روخ ساتی نمرن دوی هدف داغا دا. اما وزارت اقتصاد ادامه کمکای بشری را برای مردم افغانستان در شرایط کنونی مهم می داند. اقتصادی وضعیت په کتو د بهرنیو بنسټونو لخوا د بشري مرستو دوام او د کورنیو د اقتصاد ملاتړ کولی شي د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې ګټور تمام شي. د اقتصادي بېوزلۍ یو له مهمو عواملو څخه د بشري ځواک په تناسب د کاري فرصتونو کموالی دی. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که برای موثریت کمک ها در دراز مدت نیاز است تا تمرکز بیشتر روی پروژه های زیربنایی، صنعت و کشاورزی شود. جامعه جهانی اگر واقعا امدرای ما کمک بکنن و کار بنیادی کنن، ما به کرات ایره گفتیم که کار بنیادی صورت نگیره به هیچ وجه به هیچ وقت، یعنی ما امید زیر نخود داشته باشیم که افغانستان مشکلات هایی که دامنگیرش است مرفوع شود. این در حال است که بر بنیاد اطلاعات ملل متحد 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 12 میلیون تن آنان با ناامنی خوراکی روبرو هستند. و به همین ترتیب می رسیم به پایان خبرها. سپاسگزارم از همراهیتان. تا بعد، بقیه شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.